و اما خبری از اروپا شیعیان کشور سوئد در اعتراض به سرکوب شیعیان بحرین تجمعی اعتراضامیز برگزار کردند شیعیان با تجمع در مقابل پارلمان کشور سوئد اعتراض خود را به اعدامها بازداشتها و سرکوبهای شیعیان بحرین اعلام کردند این تجمع که به همت چند مرکز شیعی در کشور سوئد ترتیب داده شده بود با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد در این بیانیه که به تأیید شیعیان حاضر در این تجمع اعتراض رسید آمده است ما انزجار خود را از اقدامات غیر انسانی فرق گرایانه و سیاست زده ی حکومت بحرین در سرکوب شیعیان این کشور به ویژه اعدام جوانان بحرینی اعلام می کنیم. این بیانی افزود گناه این افراد همچون دیگر شیعیان بحرین پیگیری حقوق اساسی شهروندیشان بوده حقوقی که امروزه به عنوان حقوق اولیه در بیشتر جوامع انسانی از سوی حاکمان پذیرفته شده است اما مقامات بحرین به جای به رسمیت این حقوق اقدام به دستگیری و شکنجه توده شیعیان می کنند و حتی آنها را بدون برگزاری دادگاهی قانونی اعدام می کنند این بیانیه ادامه داد نیروهای امنیتی به خانه های شیعیان هجوم میبرند و تظاهرات مسالمت آمیز آنها را با گازهای سمی و شلیک انواع گلوله ها به خشونت میکشند و این در حالی است که هیچ کدام از غول های رسانه جهان پوششی از این اخبار ندارند و آن را به خاطر منافع خود نادیده میگیرند این بیانیه در پایان با اشاره به اینکه ما شهروندان شیعه کشور سوئد از آرمانهای دموکراسی در این کشور آگاهیم افزود ما از دولت مردان سوئد می خواهیم تا با ابزار دیپلماسی مناسب از روابط سیاسی خود استفاده کنند و حکومت بحرین را برای رهایی شیعیان دربند و اتمام سرکوب وحشیانه شیعیان تحت فشارهای بین المللی قرار دهند.